به نام یاد خدا و با عرض سلام خدمت همه بیننده های خوب تلویزیون افغان، امیدوار هستم خوب و صحت سلامت باشین. برنامه نظر شما شروع شد و به گونه مستقیم خدمت شما عزیزان قرار گرفته. نظر شما را از ساعت 9 آغاز میشه و یک ساعت به گونه مستقیم در خدمت شما هستیم و شما هم میتونید که در همین جریان تماس بگیرید، نظریات و حرفایتان مرتبط به موضوع برنامه با ما شریک بسازن. راه های ارتباطی شما با برنامه 0783494968 است و همچنان 0798744446. تکرار این برنامه را میتونیم که رس ساعت 9 فردا بیننده باشن. امشب خواستم که در مورد وضعیت جاده های پایتخت همزمان با اولین برفباری و افزایش پرچاوی های برق در نخستین روزهای فصل سرما صحبت داشته باشیم. در این خصوص اگر نظریات دیدگاه های داریم میتونیم که به گونه مستقیم در این برنامه تماس بگیرند و ما در خدمت شما هستیم و همچنان اگر تماس های شما واسه نمیشن میشه که از طریق شماره واتساپ هم دیدگاه ها، نظریات، حرف ها و صحبت هایتان به ما ارسال کنند و همچنان سوالات که اینجا مطرح میشه، شما چقدر از کارکردهای شاروالی کابل رضایت دارند، پرچاوی های برق با شدت افزایش یافته است در این اواخر، چقدر به مشکلات شما بیشتر ساخته این پرچاوی های برق و از همچون مسائل میتونید که به گونه مستقیم تماس بگیرید و فعلا هم تماس داریم و وصل میکنیم. سلام بر شما، بفرمایید. بله برادر، سلام به شما، سلام به تمام ملت افغانستان. متاسفانه از تسلیت میکنم به تمام شهدای مسئولین پلتون کاغل که من نبودم، بیرون از وطن بودم، البته در کشور ترکیه بودم. وطن دوست هستم، هم کار همیشگی شما. تشکر آقای وطن دوست. امروز نخستین روزی بود که برفباری و بارش باران شاهدش بودیم. وضعیت جاده ها و سرک های پایتخت چگونه شده بود؟ تشکر. البته کارهای شاروال شد خوب قابل قدر است، اگر کارهای شما بادم کم نگیره. البته در ساورده خوب داره سلطان رویس دیدا. البته با درست است، بفرماین ترافیک کابل است. اگر ما شما فکر کنیم بچه خاطر که ازام خود از اینا جور میکنه، شما ببینین از ساعت 10 بجه در ساعت 3 بجه 20-8 بجه نمیانه بچه من قریب برادر کلانم به سیزی قمر رفتن، پشت یک مال کار داشتن، 9 بجه آمدن. ویلت شمی آمدن که شما همی مارکت ها و همی به حساب فروشگاه را که میبینن نظام ترافیکی زیاد از بخصوص همیسایه از مجید مال الا چاره یا جاکوب شما سعی کنن چیز که وکیلا و وزیرات هم یعنی زینا زور پایست و همچنان ترافیک به اینا چیز گفته نمیتونه، مجبور است که پلیس از اینا کار بگیره. پلیس هم بیچاره است، مسکین است، تا یه حوزه دام و پلیس است و با پلیس هم تر نمیتر. شما یک بار کمره تا ببرین به پیش مجید مال، بعد از همین چاق وجه دیگر سعی کنین که زریس و اوجین که فرونر است، گایلکس است، همه چیز است. بچی خاطر که یک گناه خود ترافیک آمد، ترافیک زورش نمیرسه، باید به سیفتی امنیت و وظیفه به تمیه کار رو برشان همکاری میکنه. اما آقای وطن درست، آقای وطن دوست، اما چرا مشکلات اساسی مردم مد نظر گرفته نمیشه و برای شک فکر نمیشه و در واقع حل نمیشه؟ او را خب ما شما بهتر میفهمیم، باور کنین کنار من خواهیت که بگیم شما شاید بگیم که چرا این گفت هم میزنین. من تازه یک 10 روز میشه که 8 روز از ترکیه من با آدم های رسیم به استانبول بخواهیم بگیم یعنی هر از این گناه میرین که اینا خانه داشته باشن، زندگی و قامه مکنی داشته باشن. مگم همون مردم ها را مدیدم، همون مردم هایی که همیجا وکیل هستن و وزیر هستن و مویر هستن، تماما از اینا در اون کشور ها آرام هستن. اونا از دل غریب و بیچاره چی من از دل با شما چی من که از دل با خود دریای سرکای دریای گندار جمعنا جور شده، اونا هیچ مهم نمیشه. دردش غریب، دردش چهار تا مسکین بیچاره میکشه که کراچیوان مسکین تا تکسیوان شهر هستن و خواست ما شهروال کابل از سلطانزویش چون که آدم سر با قدر هسته، شخصیت خوب است، به میچن آدم کارهایش دوست کم نگیره. مثال شاره ابلق من در فیسبوک دیدم که اینا بزرگ ساختن، درست است. اما آقای وطن دوست، آقای وطن دوست، اما شما اشاره کردن به یکی از کارها و کارکردها و فعالیت‌های خوب آقای سلطانزوی در چاره عبدالحق، اما هنوز هم مشکلات ترافیکی در اون ساحه وجود داره. بیشتر مردم
از طرف صبح زمانی که از اون مسیر در حرکت میشن گاهی اوقات مشکلات تصویر میگیرن و به فیسبوک خود نشر میکنن، مشکلات از اون قبیل حل نشده در اون ساحه. و من از شما اینو میخوام که بپرسم چند کار خوب آقای اشارال کابل میشه که در اینجا یاد کنن از زمانی که در این سمت گماشته شدن؟ شما سال چهارایی زنبق میرفتین یک منطقه همین سال دیوال هم بخته همین که بسیار جای خرابه بود همین که رسول تانگوی سال سر رئیس نایی دوامش کابل گوره بسیار یک پارک واسی و به صاف یک کمند هم اکی ساخته و دومش پارک شما بیاین پارک روبری پارک شهر سال دیمزنگ میرفتین بسیار یک پارک خوب برد. تشکر بردم بجای تفریح جور کرده همه سال تایمانی شما بیاین آدم باید کارکرد یک آدم انادیجا نگیره سلطانزوی سر دقیقه باید بارم با آدم کارکون از گذاشتش هم خوب شما 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 بسیار تشکر از شما سلطانزوی سر خیلی ممنون بار میکنم بازم تشکر از شما بازم بخور دوستای خود از طریق تلویزیون شما سلام تحصیل میکنم تو هر وقت غیر حاضر شما بودم خیلی ممنون از شما که تماس گرفتین شبتون بخیر و ادامه برنامه نظر شما هست و امشب خواستم که در مورد وضعیت جاده های پایتخت همزمان با اولین برف و بارش و افزایش پرچاوی های برق در نخستین روزهای فصل سرما صحبت داشته باشیم. اگر نظر و دیدگاه مرتبط با این موضوع دارین میتونین که با گونه مستقیم در این برنامه تماس بگیرید و فعلا هم تماس داریم. سلام بر شما. سلام بر شما، بفرمایید. برادر محترم در رابطه با دولت و دولتداری در افغانستان باید بگویم متاسفانه در افغانستان یک نظام حاکم و خطر مردم افغانستان حاکم یک قدرت آمده که ما نمیتونیم که بگویم که در افغانستان یک دولت وجود داره یا نداره. ببینیم یک کشوری که بیش از 14-15 دو کشور جنگ داشته تباهی و بربادی و زیربنای اقتصاد یک مملکت موجود باشه و تماما کسانی که به نام اسلام آمدن در افغانستان ادعای از این را میکردن که ما در افغانستان اسلام را میریم. از زمان امیر امان الله خان که امان الله خان و شخصی یعنی یک شخصیت ملی افغانستان بود و میخواست ترکیز پیشرفت در افغانستان بیار از ضد بین اخوان الشیاطین فرار کرد و او کشور ترک کرد بالاخره وفات کرد. اینا در بعد از آقای ظاهرشاه آمد آقای ظاهرشاه را اینمت و بچالش کشاندن در رسم گذشت اگر کل میکردن در رسم گذشت اعلام میکردن تبرون به یک جمعه میکردن یا پاچه میکردن بعدا بر داود خان چالش آوردن به نام اخوان الشیاطین آمدن در افغانستان او را به چالش کشیدن بالاخره انقلاب یعنی اگر انقلابی بود آبر افتصار به وجود آمد که یک تغییر کیفی بنیادی در بشه رو افغانستان رو بلا شد و مردم از خواب غفلت بیدار کنه بالاخره امو کش امو آقای کارمل و یا ترکی و نمیفهمم نجیب یا به چالش کشیدن اینمو گروه هایی که تو از طرف انگلیس تا فیلان سیاست انگلیس در منطقه بازی میکنه ادامه داره اینمی حکومت های کاپیتالیستی سرمایداری را از امریکا امریکایی ها از یا ایجاد کرد یک دولت مافیایی را آوردن در افغانستان حاکم ساختن و افغانستان تمام زیربنای اقتصادیش که فابریکات افغانستان بود تانکای دیل بود تماما بیت المال افغانستان که از هر نگاه زیربنای اقتصادی کشور بود نابود شد از بین رفتن و بگوی از اینا آدم پرسان کنند که بیای بیا در امید شما به نام جهاد در افغانستان چی کردین به این ملت دوست اما آقای شفیق غیر خون کشتن تباهی افغانستان بربادی افغانستان امروز ما میزنیم که هر کدام یک راه را بند کرده به صلاحیت خود کی نمیفهم وکیل است کی قمندان است کی نمیفهم وزیر است کی فلانی ببینه یک دکتر نجیب که رئیس جمهوری یک مملکت بود چهار نفر همراه خودش و چهار نفر بادیگار داشت و این را بدرقه میکرد انتقال میداد و یک خط سیر برش گرفته میشد و چل کشور علیه حکومت نجیب خیسته بود به شمول امریکا، انگلیس، پاکستان و کشورهای منطقه امروز ببینه که چل کشور آمده به اینجا و افغانستان اینمی گروه ها را اینمی امریکایی ها اینمی انگلیس ها اینمی پاکستانی ها اینمی عرب ها آوردن در افغانستان امروز ببینه که ما در چی حالت قرار داریم و شعر مرابیدی از یک شعر مافیایی یک شعر که اصلا زندگی به اینجا اصلا ایج لازم نیست یک کشور کاپیتالیستی سرمایداری را آوردن در این کشور ببینه که چقدر نفوذ از هر کشور ولایت افغانستان آمدن کابل زیبا را زدن خراب کردن تبا کردن پنج لک نفوذ کابل بود و زدن مردم این کابل به 70 لک نفر تشکیل ساختن آوردن امروز ببینه کسی را اداره کردن نمیتونن شاروال از این را ببینه که از مملکت اختطاف کرد و آمده شاروال شد از این ما توقع کنیم
وزیرای ازیرا بگنه، مسالمان ازیرا بگنه، معاملگر رئیس جمهور بگنه که نه سیاست داخلیش معلوم است، نه سیاست خارجیش معلوم است، نه اهمیت و ثباتش معلوم است. او طالب جنایتکاری که از قتل مجاهدین ساخته شده امروز جای بگنه که وطن و چی حال کشانده، نه صلح در این مملکت نه، نه آرامی در این مملکت نه، نه اقتصاد در این مردم ساخته نشانه زیر بنا. من و این مردم بیچاره و مظلوم افغانستان در گروگان اینمی توپکسالا و زنسالارا و اینمی ظالم های خدالاتن و شمومین علام های القدبان شمومین تو پاکستان و عرب و ایران آمدن و کشور به این حالت آوردن این قصه نیست که گروگان به این ملت افغانستان باشه و بگویه که کسا ما اگر روشون کنیم به آروز در ملتی که بگویم حقوق بشر. بسیار تشکر از شما آقای شفیق، فرصت شما تمام است. نه حقوق بشر اونجا آمده نمایشی ساخته به نام که محتمل باسوز بود و بالاخره اونمو داره دست به حقوق بشر است. هیچ کسی نیست که مملکت مجازات باشه، مکافات باشه، مملکت دور و بحران اینمی از اینمی از اینمی حالت اینا دفع میارن دارایی افغانستان غارت کنن زمین های مملکت را گرفتن، دروای کشور را گرفتن، دروای نوایی را گرفتن، بلند منزل آباد کنن در این مملکت. هیچی اصلا کسی نیست پرسان کن از یا که برادر که چی کارت که آمدی در این کابل برای برادر این وطن ایلا کنیم، برای در جای که هر ولایت که بوده نموده زندگی کنیم. این کابل مردم کابل فرار داده 65,000 کابلی در گلدگی کشته به قتل رسان به این مردم کابل. این چیزا بسیار تشکر از شما آقای شفیق، فرصت شما تمام است. خیلی ممنون از شما که تماس گرفتیم. و امروز شهر شدیدی، بازار شدیدی، عوض شدیدی، به جویای عوض شدیدی که این هیچ کس کار نمیکنه. اون سر از اون مندازه، اون سر از اون متاسفانه اینمی حالات ادامه داره. با چی بگویم، با کی بگویم؟ ایران مانده با خدا ایران مانده که ما وکی رجوع کنیم، با کی بگویم؟ این ملت مردم مظلومی که امروز هیچ چیز نداره، اصلا نداره، بس است که واسه تو نیست یار رهبری کنه و یکی از زعیم مملکت تعیین شده یک حکومت بیاید که واقعا در مردم افغانستان و کسانه که خیانت ملی و جنایت در این کشور متهم شده. این ما بسراحت برشان میگم که روز محکمه افغانستان خواهد رسید. من آقای اشرف غنی را میگم که طالبا همو سرنوشت دکتر نجیب سر تکرار میکنه و اینمی طالبا را قرضه دکتر نجیب همین قرضه را همی آقای اشرف غنی تا دندان مسلح ساخته. امروز دردسر بر خود از این مردم افغانستان شده و این طالب به نام از این و پاکستان میاد نمیفهمه، نخست وزیرش میاد کلی بازی های سیاسی که کشور بازی میده. نه اشرف غنی سیاست مدارد، نه استخبارات میفهمه، نه وزیر امنیتش که ریاست امنیتش از نه وزیر دفاع. بسیار تشکر از شما آقای شفیق، ممنون از شما که تماس گرفتین و من امیدوار هستم که آقای شفیق وقت مد نظر بگیرن خیلی فشرده میتونن که سر اصل موضوع بپردازن و در 3 دقیقه یا نهایتاً 3.5 دقیقه میشه که نظرشان را بیان کنند و تماس بدی رو واسه میکنیم. سلام بر شما، خدا معرفی کنند. علیکم رحمت الله، احمد کابلی از شهر کابل. تشکر از شما آقای کابلی. خدمت شما بینندگان محترم تلویزیون افغان، امید است که سر موضوع بهم تو تیوار گپ نزنیم. بفرمایید. اگر گپ ازی باشه که کمونیستای وطن فروش بگیم، خود اساس جنگ ها را امو کمونستان ملحد مفسد وطن فروش اساس گذاشتن. ببینید ما از شهر کابل هستیم، همین چارایی صداب رفت رو ببینید 42 سال بیاد دارم و جای از این که امو کمونستان که داد از این میزنن این ملک به کنوانا تبدیل کردن و ایران تبدیلش از سه از ایسه چارایی صدارت. شما اگر متوجه شده باشین آب به جای از این که طرف دریای کابل بره این طرف پای مرکز در حرکت است. این نقطه داره این از زمان همون کمونیست ها هم بوده، از زمان خلقی ها و پرچنی ها که ابر قدرت وقت هم اونا دعوت داده بودن مشکل را حل نکرده. بیا یک حقیقت را بپذیریم، یک حقیقت تلخ را دیگه تو دیوار گپ نزنیم. اسلام هم میگه همین کمونیست که گپ نزنه گپای خود را سنجیده بزنه. در سه حوت کابل ما شهید بودیم، 20,000 نفر را شهید ساخت. از عزیزان بیننده که تماس میگیرند من خواهش میکنم که روی اصل موضوع بپردازن و دقیقا موضوع امشب برنامه نظر شما وضعیت جاده های پایتخت همزمان با اولین برف و بارش و افزایش پرچوی های برق که این روزها به شدت افزایش یافته است و بیشتر بیننده های ما و هم وطنان ما از این جهت مشکلاتشون افزایش یافته است و نگران است و شکایت دارن. در این خصوص میشه که تماس بگیرن و فعلا هم تماس داره ما واسه میکنیم. سلام بر شما، خدا معرفی کنن. بله پهان دکتر غلام فاروق نجرابی، خدمتگار شما و مردم افغانستان. خیلی ممنون از شما، بسیار تشکر دکتر صاحب که
تماس گرفتین. من از شما این سوال می داشته باشم، امروز ما شاهد برفباری و همچنان بارش باران بودیم در شهر کابل و پایتخت، دیدیم که چه حالا احوال گرفته بود سرک ها و جاده های پایتخت و این مشکلات همساله ما شاهدش هستیم. چرا به این مهم و به این مشکلات پرداخته نمیشه و حل نمیشه؟ از آنجایی که یک نظر عمومی در چگونگی موضوعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اداری افغانستان دست مداره می داشته باشیم، همون گونه که در طرز روش اداره دولتی امروزی که منحصر به شهر کابل است بیشتر از اونه، نابسامانی ها در سیستم اداری، در سیستم سیاسی اقتصادی موجود است. همون گونه در نظر در نگاه مثال ابرانی و آبادی هم نواقص کلی موجود است. امروز من شاهد صحنه خودم بودم که در پیش روی ماینه خانه هم که سرک پیر است، به عوضی که آب در جویبارهایی که ساختش حرکت کرده باشد، از بس که نابسامانی و نارسایی موجود است با شکل سیلاسا فکر میکنه که این سرک پیر نه، یک دریا به پر از موج آب است، ما چشم سر خود میریم. مزاحمت ها بیشتر، مردم بیچاره افغانستان و مردم بیچاره منطقه دوچار مشکلات بود. بنابراین درست است که برباری ها باعث خوشنودی و سرمایه اقتصادی مردم میشه، مگر مردم بیچاره که نون ندارن، زغال ندارن، برای تدخین چی چیزا دارن کنیو چی خواستر. این کسانی که در اریکه قدرت اداره کابل نشستن، عناوین مختلف، بناهای مختلف، پروگرامای گوناگونی که روی دست گرفتن، به خاطر اغوای افکار عامه مردم نقش بازی میکنن. این برای مردم افغانستان چاره‌ساز نیست، بلکه در آسان حساسان فکر سردار افغانستان هم موضوعات را میگذرن. بعد همه چرخش به این است که باید یک محور اساسی که سرنوشت افغانستان را تعیین کنن تن در دادن به یک اداره سالم و سالسی که بتانند که آرمان های ملت مردم افغانستان را قسمان برآورده بسازند و زخم های نتوشده مردم افغانستان ملم ارتیام بذارند، زمینه را مساعد بسازند و اگر نمی سازند لطفا مانی نشوند. این پروگرام هایی که جور کردند به نام دوحه و به نام هیئت دوحه، شما خود فکر کنید که شخص و قوات سیوم میتونند که بین دو گروه و دو شخص متخالف اونا یک منجی شاید یا خود متقابلین. درست است. در همین خصوص نیست. اگر شما آیات موجود را ببینید که کلش از یک کتگوری، از یک نظر، از یک فاکت، صرف دو نفر اگر بچه دیگری باشد او قابل تقدیر برای مدن افتانه باشد. درست است. دکتر صاحب، من میخوام که یک سوال دیگه داشته باشم از شما. بیگانگان است امکان پذیر نیست، اما توی شد بنابراین یک بازگر پیشنهاد من این است که مردم افغانستان جرأت به خرج بدن، به پا بخیزن و در مقابل همه نابسامانی های که فکتورهای داخلی و خارجی دخل هستن با اونا عمل بکنن و قربانی را قبول بکنن و قربانی اندک آرامی و رهایش همیشگی را بر افغانستان فراهم سازن. درست است. دکتر صاحب، آنچه که شما گفتید این ادارات فریبکارانه و اغواگرانه حرکات را به نظر افکار از من مردم جلا میدن و فکر مردم را مخشوش میتدن. درست است. دکتر صاحب، آنچه که شما اشاره کرده نقش بازی کردن حکومت چه درد ملت مداوا میکند؟ چرا به مشکلات مردم واقعا پرداخته نمیشه و یک راه حل برای در واقع مشکلات مردم رسیدگی صورت نمیگیره؟ همین که گفته میشه که نشست چشمینیم و مجلس چشمینیم، شما بینید که چه خیلی نابسامانی های دیگر در قبال خود داشت و چه خیلی بدبختی های دیگر به مردم افغانستان اینا کارگردانی خواهد کردن و فکر میکنم که بدبختی مردم افغانستان به این نشست ها بیشتر خواهد شد. بنابراین برگردن به عهد حقیقت و قدرایی، برگردن به آرزوی ملت و مردم افغانستان از نگاه عمرانی، از نگاه اصول و قاعده فرنگی سیاسی و اجتماعی به حال مردم افغانستان بنگرن و به حقیقت هم در بدن. این اغواگری ها چه مفهوم داره و این پیدکاری ها فکر میکنم نه درد ملت مردم را مداوا میسازه و نه اینکه محل اعضا اطمای مردم می باشد
جایی که زمینه کارگردانی مداخلات بیگانگان هم شهران ریوتن مفاره هم بسرد چیز دیگر نخواهد بود. برای خودشان هم در سر است، برای دیگر هم در سر باشند. این کسانی که در اداره موجود موجود هستند، اگر شما در چند دهه گذشته فکر کنید در کجا بودند، در دیار کی بودند، در پولی کی بودند، در گستر راحت کدام اشخاص اینا قرار داشتن و واسطگی دستا داشتن، امروز نمایندگی از مردم رد میکنن، سنگ صداقت خدمت گذاری نمایندگی از مردم وسیلی خود میزن در حال کم تمام دروغ اغوا و فریب و خیره. بسیار تشکر از شما آقای دکتر صاحب نجرابی، خیلی ممنون از شما که تماس گرفتین و ما امیدوار هستم که همکاری شما را همیشه در این برنامه داشته باشم. شبتان بخیر. و یک چیز دیگه باز میتونم بگم محترم که بخواب باشید، امی برادر ما که صحبت کردن باید همه جا صحبت بکنیم که راست میگن که از اصلا مایه بدبختی مردم افغانستان از کجا شروع شده بوده، چه خارجی ها را در این وطن دعوت کرد، چه تعصبات سیاسی را در این وطن به وجود آورد، چه کشتن و بستن و چه گلوگونه ها را از مردم بیشتر افغانستان اونا پر کردن، در حتی بالای زنده های مردم افغانستان چه ترکیه ها را جاری ساخت، چه روان کرد. به نان با وقت بی طرفانه باید از زنده حال کنیم که اگر این طرف از آن طرف از هر کسی که هست حق باید گفته شود که مایه بدبختی مردم افغانستان از زمانی که آقای یا شاغل محمد داود که شب روز و شب اشتار شب روز روز کشار شب دیوانه بود، از اون زمان مایه بدبختی مردم افغانستان در افغانستان شروع شده است. بنابراین حق را باید بگویم که کسی که اشتباه کرده و اشتباه خود پای بره، کسانی که خیانت کرده شما برملا شود، کسانی که صادق بوده صداقت برملا هم و وفا هم برملا شود، مردم افغانستان برملا شود. تشکر از شما، عیان و بیان کردند. خیلی ممنون از شما، شبتان بخیر آقای دکتر صاحب، سپاسگزارم. تشکر، ممنون. ممنون از دکتر صاحب که تماس گرفته بودند و ادامه برنامه هست و بیننده های عزیز شما هم میتونن تماس بگیرند و انتظار تماس های شما را دارم و شما میتونن که بگونیم مستقیم در این برنامه سهم بگیرند و حرف و نظریاتان مرتبط به موضوع برنامه و مشکلاتان همچنان میتونن که اینجا یادآور شویند و فعلا هم تماس داریم. سلام بر شما، خودم معرفی کنن از کجا تماس گرفتین؟ تشکر، خیلی ممنون از شما. من از شما این سوال می داشته باشم که در 24 ساعت فعلا شما چند ساعت برق دارین؟ از برقانه بگویم برقانه پر همه چیز مافیا گرفته، همه جای مافیا پاشده خرد، فقط شاید یک ساعت یک و نیم ساعت بالا نداریم برق. پرچاوی افزایش پرچاوی های برق چقدر مشکلات شما را بیشتر ساخته و چقدر شما را با مشکلات متعدد روبرو کرده؟ من خودم از جلوی تانکیر هستم. آقای محترم یک موقعیت درستتر اختیار کنند تا ای که صدای شما را درست داشته باشه ما بتانیم که حرفای شما را به گونه خوبتر در برنامه داشته باشه. متاسفانه صدای شما قطع وصل میشه و درست نداریم. بفرمایید. گفتم وضعیتی که در اینجا از من خودم پانزده جوانانه ساختم، یعنی وضعیت اقتصادی من بسیار باز بیلن، اما اونجا من مطرح نیستم. اینجا مردم ها را میبینم در آن قدر تشویش هستن که سیاسترا بسیار گیریان نالان از همه حضر میکنن که سطر بابامو به دیگه اکسی چوب بگیرن که اولادم نیمارن. درست. این وطن تا چه وقت قدر بدبخت به کجا گشتنه میشه؟ آنقدر کثافت مرداری به حوجش رسیدن، یک نفر نیز در اینجا بیاید سعی بکنه ببینه در سرای سرک مردم دکان جور کرده. اولش همین مردم های منشیر خود ما به دور دکان ها رو جور کردیم، اما نایه اما جورت از اون نداره که از روی سرک بسو کنه. چی از این وطن بلنه بنالیم؟ درست است، اما آقای محترم ما میبینیم که برنامه ها و پلان ها روی دست گرفته میشه، طرحهای رنگارنگ سر میز گذاشته میشه و روش فکر میشه و بودجه هم اختصاص مییابه و همچنان
هزینه های هنگفت در زمینه های مختلف به مصرف میرسه، اما میبینیم که مشکل حل نمیشه و هنوز هم چالش ها وجود میداشته باشه. زمانی که یک کار صورت میگیره چرا صادقانه صورت نمیگیره و واقعا به خاطر حل مشکلات کار نمیکنن؟ به اینجا که رفتیم از اینمی خود پایدادارش، از اینمی خود پایدادارش که باید پایده بیدی الا مرئیس کلانشه. این شاهدش خود من دار، شاهدش که من خودم از جیب خود پایده کشیدیم داده رفتیم. این یک سر موضوعی که دستاد یک چیز ساده ایشه. این دسترگاهی که به این اندازه پول که در افغانستان آمد، صادقانه اگر گفته شود، صادقانه اگر گفته شود چه دادر سید حبدالله، چه دادر سید اشرف غنی، همی سران هستند این مملکت جور نمیشه. خداوند این یار تمام کنه یک نسل نو جدید بیاید که به این وطن خدمت بکنه. بسیار تشکر از شما، خیلی ممنون که تماس گرفتید. سپاسدار از شما که تماس گرفتید و امیدوار هستم که همکاری شما را میشه در این برنامه داشته باشم. و همچنان موضوع امشب برنامه نظر شما خواستم که در مورد وضعیت جاده های پایتخت و مشکلات مردم که با چه مشکلات این روزها دچار شدند و همچنان افزایش یافته مشکلاتشان و بی‌برقی‌ای که به شدت در این روزها افزایش پیدا کرده است و بیشتر بیننده های ما و همچنان هموطنان ما با مشکلات زیاد روبرو هستند و اینکه چرا اداره ها و نهادهای مربوطه کار درست انجام نمیتن و تا چه زمان این وضعیت ادامه خواهد داشت شما و از مشکلات شما میشنویم در این برنامه و فعلا هم تماس داریم. سلام و وقتتان بخیر، بفرمایید. سلام خدمت شما. خیلی ممنون از شما. شما آقای شفیق در تصویر میبینن که جاده های شهر کابل چگونه است؟ رابندان هست، بی‌برقی هست، زمانی که یک ساعت یا دو ساعت بارش و برف میشه تمام جاده های کابل و سرک ها را آب میگیره. چرا به این مهم و به این مشکلات رسیدگی صورت نمیگیره؟ ما همه ساله شاهد چنین مشکلات هستیم در خصوصا در پایتخت افغانستان. خدمت شما منایت شهروند هست که ادامه تانم که شهر کابل از محدود پایتخت های دنیا است که دارای زیربنا نمی باشه، با این معنی که شهر دارای آوره و بستلا نمی باشه و سیستم کانالیزاسیون نداره و اثر این کاره که ادارات تقسیمات صورت گرفته کاره مقطعی بوده و کارهای زیربنایی نمی باشه. بنان باران نوبرد میشه، ما شاید آقای شفیق متاسفانه صدای شما رو به گونه درست نداریم، لطفا یک موقعیت بهتر و خوبتر اختیار کنید. بله صدای شما به گونه درست نداریم، بفرمایید ادامه صحبتایتون. متاسفانه که صدای آقای شفیق مشکل داشتند و تماس شدم، من مجبور شدم که قطع کنم. امیدوار هستم که دوباره ایشان تماس بگیرند و نظریاتشان هم مرتبط با موضوع برنامه به گونه کامل اینجا بیان کنند و تماس بعدی است و وصل میکنیم. سلام بر شما، بفرمایید تماس شما وصل است، خدا معرفی کنند. بله سلام علیکم. علیکم السلام، اسم شما آقای محترم است، کجا تماس گرفتین؟ آقای شفاعت هستم از خیرخانه به تماس شدیم. آقای شفاعت سپاسدار از شما، بپردازن به اصل موضوع و نظر شما را میخوایم که در مورد موضوع برنامه داشته باشیم، بفرمایید. ما گفتنی امیده دارم که همه گی میگه صلح بیاید، صلح بیاید، دعا میکنم صلح بیاید. اینجا صلح آمدنی هر کس باید از در صلح خود، در درون خود صلح بکنه، ثابت همین وطن جور بکنید. یعنی شخصی که ما فعلا گفت میزنم، ما خودم شعر میکرم، یعنی ما باید خود جور بکنم که انگشت انتخاب در کس نداشته باشم. مثل اینکه یک شیرکی که چند چوکی جور کرده میگه خاکم و خاکسترم هستی مرا در کار نیست. دینه به عشق چقدر دارندگی در کار نیست. من محبت میخرم، دل میفروشم بر رخت، قدر و قیمت را ندانستم، وفا در کار نیست. میزنی انگشت مردم در تلاش خود باشد چی میگی کن، عمل شرمندگی در کار نیست. من به غفلت رفته بودم، دست آمد به سرم، گفتری درگاه بیافت بیگانگی در کار نیست. ما امروز انگشت انتخاب مهتر مردم است،
پشتون در سر تاجر، تاجر در سر از این او برادر پشت طالب هم نگرد، پشت اشرف غنی هم نگرد، پشت دکتر عبدالله هم نگرد، پشت درون خود ما بگردیم، همون گندگی هایی که در درون خود ما جور بکنیم. اگر ما یک کثافت محصول بیشتریم که از توی سرک وردانیم، صد نفر ورداره صد کثافت هست. امروز ما بجای یک کثافت وردانیم تمام گناه از دولت نیست. اینجا دولت کاری کردن نمیتونه. از من که خودم مردار هستم، دولت چیه از در پشت هم خانه بیای پولیس بشانه. سرکای ما خراب هست از دست خود ما. جوی ما منظم نیست. برو او جوی فلانی خان به نام وکیل خان بند کرده، او سرک فلانه وکیل بند کرده، هیچ جایی نیست که برید از پشت شارن کن. یعنی در شرایط قرار داریم که امروز در خاندان با مامیان میخواییم ماستری بخوانیم، اما کدیه اصلا خانم ما داکر جرای اصاب هست، اما نمیتانیم یک حراس هست در درون ما. چه وقتی حراس برایه او 5000 نفری در کسافت از بندی خانه کشید، همون مرداد خورا رفتن، پس امروز قسم دارن بیتری جورنالست های بارد بندر براوانند. با خدا قسم که تا که خود او مردم هر کسی که تلویزیون افغان رو میبینه فقط گفتنی معنی خودتان جور کنی، خودتان شخصا این من که جب میزنم سرت نیستم، خودم جور من پر دوست دارم، خواهرت خواهرم از مادرت مادرم از بلیاز خدا به خاطر شما نیک خوش شد به خاطر از اینکه خودم کل نفس و زای قتل مال درست است آقای محترم. شما فکر میکنند که درست است آقای محترم، حالا شما فکر میکنند مشکلاتی که این روزها با آن مواجه هستیم یگانه دلیل و عمدهش خود مردم افغانستان است و خصوصا مشکلاتی که در پایتخت وجود داره، شما فکر میکنند که دلیلش خود مردم است و خود مردم سبب شده که چون مشکلات افزایش پیدا کند؟ من یک شاهد حال هستم که این سرک 40 متر میرفتم در موتر خود. زمانی که ما حرکت کردم یک بوتل شیشه سیاه که پلی تم نداره، بوتلش اونمو مرداری هست که نامش ما گرفتن و نیتانم ترک داری ترک انداخت. من قیدش کردم تا شدم امو بوتله که به دست جانم گفت بازیزه دل گفتم ایده وردار اینجا جای مرداری نیست، خون مردم دیخته، خون شهیده ها ریخته، لطفا پاکیر ما راحت بکنی. پس 70% در خود ما و 30% در دولت هست. دولت زمینه رو مسائل ساخته، شاروالی ساخته، نگفته که آلما بیاید بسکیت ما بخورم بدون دری سرک کنم بدون این خون حقه سر خود ما پاک کنیم. حالا زمانی که ما رفتیم طرف مولزیا، مولزیا سکرت بود در بسن من تکاندم بسیار محبت آمد بسیار دلار ما رو جریمه کرد دیگه بیره ما متوجه شدم دکان از بریم سعی بکنیم سرای شمالی ده یک بار ببینیم سرای شمالی ده سرک کنان جور شده و خدا یک موتر از این کروچی سال است یک موتر دید میشیم. بسیار با مشکل، بسیار تشکر از شما. یعنی ما مشکل در خود ما. خیلی ممنون از شما. در تروفی کرد. بسیار تشکر از شما. تشکر که تماس گرفتن. امیدوار هستم که همکاری شما را همیشه در برنامه داشته باشم. شبتان بخیر. شب خوش آرام داشته باشه، همیشه عمر طولانی در نصیبت باشه. ما در خدمت نه که از شاهدایی هستم که این بارها دست افغانستان مقام اول میگیره، یک شعر دیگه نگه بسط ایدان دسته. خیلی ممنون از شما، موفقیت های بیشتر برای شما خواهان هستم و از سپاسگزار از شما. تشکر از شما، ممنون. ادامه برنامه نظر شما هست و راه های ارتباطی را میتونن که از طریق اسکرین تلویزیون دریافت کنند و مستقیم در این برنامه تماس بگیرند و چالش ها و مشکلاتی که این روزها با آن روبرو هستن میتونن که از این طریق به گوش مسئولین برسونند و در خدمت شما تا یک ساعت هستیم. و فعلا هم تماس داریم و میبینیم کدام دوست ما هستن. سلام و شبتان بخیر، خدا معرفی کنیم. تشکر از شما، ممنون که تماس گرفتن. اسم شما از چه تماس گرفتن؟ از کابل تماس گرفتم، انجینر محمد عظیم خوشیوال هستم. آقای خوشیوال سپاسگزار، بفرمایید نظر شما را هم میخوایم که در مورد مشکلات کنونی پایتخت داشته باشیم. شما هم فکر میکنید که مردم عام سبب شده است که مشکلات کنونی در پایتخت افزایش پیدا کند و این گونه جاده های کابل پر از آب شود؟ والا برادر عزیز، مشکل خوچن مشکلات زیاد از پایتخت و زیاد به اندازه زیاد است. هیچ کس توجه نمی کنه به جاده ها و این کسایی که نگه از زمین ریاست جمهوری و بزرگاه کسایی که تقاضا می کنه. ما هم رعزی رو می افته که برو همه جاده در این طرفی باید باشه که نمی کسایی که به بسته زمین از مثل امر امر شعبه حوزه باره اینا می خواهم که همی بیمه کنم همی طرفه را که بارکت کرام ایتن افتوار کرام ایتن پول از زمین گرم از دولت خام رخواتی کرده که
جایی که باید این جاده باید در این ترافیک باز بشه. درست است. مشکلات از این قبیل ما شاهدش هستیم و بیشتر مردم هم از چنین مشکلات یاد میکنن، اما چرا پرداختن نمیشه به این مشکلات و راه حل برایش دریافت نمیشه آقای محترم؟ راه حل از این هسته چون کلگی دست به دست هم بتن باید کوشش کنن که ما امروز باور میکنن که تقریبا از قدمی ولایتی ما تا سینما پامی را باور میکنن که دو ساعت دو نیم ساعت ما اوگوی که نتونه کنیم چون راه بسته بود یا سرک عمومی اثر راست زیاد راست امی بعضی دریورها واسطه نمی چی به مراد نمی کنن امی قانون مراد نمی کنن که بدم موتر حرکت میکنن نمیگن که امی مسیر منو سن مسیر حرکت منو است باید امی بدم چی نکنم باید خود ما و شما کوشش کنیم به این ارتا که باید امی مشکلات از مشکلات خارج شویم. بسیار تشکر از شما، ممنون، شبتان بخیر. شب شما بخیر. سپاسگزارم از شما. و موضوع امشب برنامه نظر شما وضعیت جاده های پایتخت همزمان با اولین برف و بارش و افزایش پرچاوی های برق در نخستین روزهای فصل سرما. میخوایم که امشب در برنامه نظر شما نظریات شما را در همین موارد داشته باشیم و شما میتونید که بگویید مستقیم در این برنامه تماس بگیرند و فعلا هم تماس داریم. میبینیم کدام دوست ما هستن. سلام بر شما، بفرمایید اسم شما از کجا تماس گرفتین؟ عارف الله وطن دار اسم نظرم شهر کابل. خیلی ممنون از شما. مشکلات اصلی که از یادر جان اینی هوا که نام دست کل چیز اصلی مشکلات موضوع هم دنی برمیم هست اینمی بلند منزلای خودسر بیادر اگل هر بغل کابات شده کانال چیز ندارم اینمی زور منده سه منزل چهار منزل امر داره دیس منزل سی منزل دور کنم سفاک خیر به سرقای امرالله سالی را دنی سفاهات اجتماعی محشر کده که اینمی هر مباد کرسی میکنم خداوند پاک و پناه خود نگاه کنید در این میدان نشهر من یا هتل جور کردن هتل ایرانی شهرک آریا هتل فلانی همه کانال چطور نه خدا جور نکرده چای برزفت خدا جور نکرده که اینه میجه چای برزفت داشته باشه کانال چطور داشته باشه اینه میجاده میوان در چمند حضوری تا و سینمای پامیر به طرفه بیا در جان پادمانا در بین خانه رایشی نزهی صاحب نایی اول اگر خصدای مرمش نوان آقای امرالله صالح در صفحات اجتماعی نشه که از تاریخ خبران نشه میدیم بردن گفتن از قانونی کار میکنیم اینمی بلند منزولات که تنو خانه و سیهش مندگیست معیار کل چپا میکنم اگر رئیس صاحب نایی اول صدای ما رو میشنم از این چمند زوری حرکت کنه تا و سینمای پامیر به طرفه هر پادمان در واقع داکتر و نجیبولات دو منزل امر داشت دو منزل بالا نیست امروزی زورمانده پنج منزل سه منزل امر داره من خودم عریضه کردیم در محکمه رفتیم صدای مرا کس نشنیده امروز اگر امرالله صالح صدای مرا میشنه و صدای ما مسکینه و بیچاره را می پنج منزل شش منزل اضافه از این رسونه خانه ما مردم ارتیه خدا مانده این دیده را گل چپه شده کانال چون هوا هم نداره بسته سرق جاده میوان ده رو گرفته چای بر رفتشان دورزه باشان زنگ زغال می سوزانند کل ما مردم مسکینه بیچاره را اذیت کده از نزدیک اگر رئیس خیلی نهند های متاسفانه که تماسشان قطع شد و ادامه برنامه هست و ممنون از این که بیننده هستند و تماس میگیرند و سهم میگیرند در برنامه. برنامه نظر شما برای شما بیننده های عزیز که بیننده برنامه هستند و همیشه لطف میکنند شکل گرفته و این برنامه در اختیار شما قرار گرفته و میتونند که بگونه مستقیم سهم بگیرند در این برنامه و نظریات مشکلاتتان میتونند که از این طریق منتقل بسازند به بیننده ها و مسئولین. همچنان تماس داریم و میبینیم کدام دوست ما هستند و از کجا تماس گرفتند. سلام و شبتان بخیر، خودم معرفی کنم. سلام علیکم. علیکم السلام، اسم شما از کجا تماس گرفتید؟ درست آقای محترم، یک موقعیت درست تر اختیار کنند تا یکی صدای شما را درست داشته باشیم. قطع وصل میشه و بپردازیم به موضوع برنامه، نظرتان رو بیان کنند. بفرمایید ادامه صحبت هایتون. بدر اول همی شاروال فاید با چطری که میگرد همی از بولایی از باید از پارکا از دنی چارایی ها از دنی جایی ها بندی چی وزیفه دارد؟ چرا بفرمایید؟ میشنویم بفرمایید صحبت دانم شریف بسازن دیگه شاروال فاید چی کار داره؟ غیر شاروال فاید کمی پشت پیسا های مایل بگرده و پشت یکان دوان داری جپا بگردن ای دمی کفرخ یک شپرسانه می
آخرین وظیفه چیه؟ وظیفه شاروال اینه نیست که کارا بزرده ببینه کدام کانال ها بنده است، کجا کانال داره نداره. این بلند منزله که زورمنده آباد کده چند منزل عمر داره، چند منزل دیگر با زورگوی بالا کده در جایی که بلند منزل نداده بلند منزل ها را بالا کده. این چی که وظیفه داره غیره؟ بسیار تشکر از شما، خیلی ممنون که در برنامه سهم گرفتین. شبتان بخیر. تشکر از شما و ادامه برنامه هست و بیننده های عزیز انتظار تماس های شما را داریم. فرصت همچنان کوتاه هست و در فرصت باقی مانده میخوایم که بیشتر نظریات داشته باشیم و شما میتونید که مستقیم تماس بگیرند و تماس داریم و وصل میکنیم. سلام بر شما، خدا معرفی کنند. سلام بر شما، تماس دارید، شما وصل است، خدا معرفی کنند. از شما تماس گرفتیم. بسیار تشکر آقای بریالای. نظر شما را هم میخوایم که در مورد پرچاوی های برق داشته باشیم، چقدر افزایش پیدا کرده است در این اواخر و همچنان چقدر مشکلات شما را بیشتر ساخته؟ مشکلات زیاد است، زنهای شما برق و بیسی دمه برادر و ابروز سنه جالب بود که از جای آرسی بود آرس و دبای نهودن مانده بود، اشراه نبود که فهمیدید آرس از جای دارین به طرف خود ما. درست است. خیلی ممنون از شما، تشکر که تماس گرفتن. شبتان بخیر. بیننده های عزیز، راه های ارتباطی شما به برنامه 07834949468 است و همچنان 07798744446 دو شماره در اختیار شما قرار گرفته و در هر شماره که دوز دارن میتونن که تماس بگیرن و فیلن هم تماس داره. ما سلام و وقتتان بخیر، بفرمایید. بله سلام علیکم، حاجی عدنان نافع شهر کابل تماس گرفتیم. ادای حرمت دارم آقای محترم، خدمت شما، خدمت وطن امید که من سطمان باشن و در خدمت می روانیم. بسیار تشکر از شما، ممنون آقای محترم که تماس گرفتیم. شما هم شاهد بودن امروز در شهر کابل در جاده ها و سرک ها، دیدین که چه اتفاقات رخ داد و چقدر مشکلات مردم هم بیشتر ساخت. نمیتونست یک فرد از این طرف جاده به اون طرف جاده عبور کنه. چرا این مشکلات حل نمیشه و همچنان پایتخت افغانستان، پایتخت ما این حالت داره؟ تا چه زمان این وضعیت ادامه خواهد داشت؟ ببینین آقای محترم، در رابطه باید گفت کمی ناامنی، مشکلات، فقر، بیچارگی در تصویر ما میبینیم که موترات آب نیمغرق هستن. همین مشکلات آقای محترم جلو از امیرم از شما میپرسم، امیره کی بگیره؟ آیا این مملکت یک رئیس جمهور دلسوز داره؟ آیا رئیس جمهور داره؟ همین برنامه ششونیم که از آقای محترف هم میخوایم به این باره کم توضیح بتم. بفرمایید. چون مشاور شورای امنیت ملی آقای عبدالقادری از دوستای بسیار شخصی ما هست. آقای محترم، از بسات برای شما میگم آگاهی کامل دارم که خود امرالله صالح که از آقای محترم ساعت 7 بجه از خواب بیدار میشه، یک ساعت تمرین میکنه تا 8:30 در بدفتر خود حاضر میشه. یک ریش خندی که در چشم مردم افغانستان خاک زدن از اینا. قاضی روزانی امرالله صالح در انتخابات 2014 در این خیمه‌ای را که سر سرک زده بودن در مردم مشکلات ایجاد کرده بودن، شما دیدین که امرالله صالح نگفت که آقای غنی یهود از نصارا است. امروز امرالله صالح قانون خود را میبرد کلی دکتر صاحب غنی در یک چوکی نشانه. اگر واقعا امرالله صالح ایمان داره، وجدان داره، خدا یعنی بچه الباس زاید بزر به پنجه قانون بسپاره. چهار تا دوز کی سبور خست دوز آقای محترم میره خود جلو شهر کی گرفته میتونه. ایمان دارن، وجدان دارن، خود برن همون خورزاده سیاف دوز بگیرن. آقای محترم اگه این مملکت واقعا رئیس جمهور میداشت، واقعا وزیر داخله میداشت، واقعا شاروال میداشت، آیا نامنی، مشکلات، فقر، بیچارگی به این شیوه بروز میکرد در افغانستان؟ یک نااهل ناخلف به نام سلطانزای تهرادوز که تیاره مملکت را گرفت دوزی کرد برد و پاکستان برو دوراور شاروال مقرر کرد. آقای محترم، اینمی شاروال از بلند منزلا هر چتر را که انداخته میشه پول میگیره. سیستم کانالیزیشن یک کابل نداره متاسفانه، خود در کابل دم میشه، برای مشکلات برای مردم افغانستان مشکلات ایجاد میکنن. نکار است، نپایکار است، پایکار از طرف گروه های توریسی شما ببینید. این مردم به خاطر از این آقای محترم ریکار نامدن که برای مردم افغانستان زمینه کاروبار مساید بسازن، برای مردم
ترقی رفا و آسایش و بار بیارن. فقط همی که جبرج کدن از در جان زدن از اینو میره اینا بروز بکن و بعد. آقای محترم شما ببینین یک بلند منزل که ساخته میشه از چار منزل بالاتر باید ساخته نشه. شامل آمر امزی در اون منطقه آقای محترم از اون روزهای به خانه حق میگیره و آقای محترم حساب برقش باید بگوییم که در لایه از طرف ریاست برشنا برشان 12 میتر باید داده شود و اینا آقای محترم چون زورگوی هستن و اینا سر ریاست برشنا و سر زون آقای محترم فشار میرن و یک بلند منزل که ساخته میشه 8 منزل 9 منزل ساخته میشه آقای محترم اون 21 واحد برش داده میشه و 21 واحد آقای محترم 21 داره میتر هم باید برش داده شود و اون رو آقای محترم چون دلایه نیست با توسط زور و تفنگ اینا آقای محترم برقه به بارون و بلاک خود آمیانه و تنکی بگویم وصل میسازه طبعاً به برقی مشکلات فقر بیچارگی کلش از دست مردم از دست وزیر از دست زورگویان آقای محترم بجای از اینکه مردم افغانستان خاموش بشینن منتظر بشینن که احمد محمود به سرشان تصمیم بگیره با آواز رساتر و انفجار در داخل افغانستان باید شکل بگیره عزیز و اما پرسان بکنه که یا چی یک بازی عجیب و غریب بره پرانداخته شما ببینین 5000 ساله برای اینکه جمهور رها کرد برایندش مثبت نبود برایندش منفی بود میادین جنگ هم میبینین که داختر و داختر شده رفت از هر نگاه آقای محترم اگه حکومت یک شما را که ببینین بررسی بکنه فقط صدق هست و فساد هست و بجور هست و بعد اینا نکار را به اهل کار سپردن فقط نمی جبلوش کدن هست و دجان زدن هست و بعد دیگه کلان کار هست میروانی خیلی ممنون از شما آقای ناصح شبتان بخیر سپاسدار از شما بخیر باشین تشکر تشکر از شما همچنان و بیننده های عزیز تشکر میکنم از همه عزیزانی که تماس میگیرند و بیننده این برنامه هستند و در خدمت شما به گونه مستقیم قرار داره و تکرار این برنامه را میتونن که فردا رأس ساعت 9 صبح بیننده باشند و فعلا هم تماس داریم و وصل میکنیم ببینیم کدام دوست ما هستند و از کیو تماس گرفتن سلام به شبتان بخیر خدا معرفی کنند تشکر از شما ممنون که تماس گرفتین بفرمایید صحبت شما را میشنویم ممنون شما. نظر شما مرتبط با موضوع برنامه چی هست و بفرمایید. داره بیاده من میشنم. صدای شما را دارم میربونی. صحبت نمی کردن و من مجبور شدم که تماس را قطع کنم. میتونن که تماس بگیرن و همچنان موقع درست تر اختیار کنن و زمانی که تماستان به استودیو وصل میشه سریعتر صحبت کنین و روی اصل موضوع بپردازن و نظرتان رو بیان کنین تماس بعدی و میبینیم کدام دوست ما هستن سلام به شما شبتان بخیر بفرمایید برنامه راکی که امروز قدره بود که مردم که شده نمیتونه باید که شاروال با رئیسایش محتمل شود دیگه بار شور این قدر زیاد بود که ما از این ماهان اول تقاضا داریم این مدیر ترافیک که تیامرای حوضه به چنگک بند کنه بیز پلیت هیرات پلیت منگه ها را داخل شهر کردن از پلیت های هیرات 700 دلار میگیرد ایسایی کابل هم میکنش از تکسی 500 دلار میگیرد تکسی میخوزنش این ماهان که به اول تحقیق کنه این را گرفتار کنه یکی و دوم بگه بیترین کار است کار به ایست که خودش ماهان اول قماندان گردین قماندان یعنی شاد و شاروال کابل هست یا را بخواید 72 ساعت وقت بکنید که کراچه ها ویدیگاه از ترکا پر شده اگه نه خلطبت میشین در سنگ تراشی کراچه ها را جمع کنن برای دو روز بعد کل کراچه ها اونمون خرک و همون درک اثر چاو که هیچ رفته نمیشه شما ببینه ما این سر اول عده لوگر در سر چاو کرد دلخم جلال آباد در ایزگاه چیز پلی تهرات و ننگه ها را در زان قیمت که بیری و سیسات نمیرسی از جای چیزی که رکشاوال سفر و زر پلی تهرات ها را مدیر ترازی که از کل شو بشوات یاد میکنم این چی آرت از رکشاوال برخ این دار شوست ما برخ نداریم فقط نونیم بجه شو اشنیم بجه شو یک بل آمد باز رفت این حال باز آمد باز بلش 5000 میه
قریب بیچاره را در برد کنن را غذب خود سر بیاره غنی. تشکر از شما، سپاسدار که تماس گرفتن و بیننده های عزیز نظر شما هست و زمانی که تماس میگیرن لطفاً توهین و تحقیر نکنن، خلاصه بیان کنن نظریاتتون مرتبط با موضوع برنامه است، مشکلاتتون و چالش‌هایی که این روزها با آن روبرو هستن میتونن که اینجا یادآور شوند و ما امیدوار هستم که مسئولین هم شنونده این برنامه باشند و ببینن برنامه را و مشکلات مردم در واقع دریافت کنند و مشکلاتشون را رسیدگی صورت بگیره. با مشکلاتشون فعلا هم تماس داریم و تماس را وصل میکنیم ببینیم کدام دوست ما هستن. سلام بر شما، تماس شما وصل است، معرفی کنن. بله سلام علیکم جای نظامی صاحب. تشکر از شما آقای نظامی. در ساحه شما امروز کوچه ها و پس کوچه و سرک ها چی حال و احوال داشت؟ هاو خوی کنه خب بیشتر است، مردم خیلی از کوچه نالش داره. ما مشکل بحث بگیم بحث ما نگر دنه وقتم باشه ننه اگر مشاقی کنی وقت ما باشه مشاق خطر تیر سفدا میکنن ایده دکلی هم ایتن تو مشکل بحث بگیم دیگه. اگر چهار شای شده که منطقه این یازدی که در اگر خلای وزیری شه بحث نداره برق اگر نه همو گفتی از ما کنو میکنن فرق میره ده یازده شاو میره برق امر نام برق ما رو آمد برای چند دقیقه که ما برای تو داخل وقت زنگ زدم اخیر تویش برق نداشیم. خیلی مشکل است. در سال در نوبتش خوبتر بود، سال در سال برق کم شده شد کابل هر سال همیتو کم شده رویش شاید بشه که برق ما شما ملکه اینا را کس بگیره پول ما کس خیلی نیا اما چارونی من درفا بله برق ما خدا بود حالا فکر کنید برق همه چارونی من درفا پنج درفا بله برق ما نیا همه اگر برق ما شما دولت دولت داره مردم بکنه خب همه زبان تفادش نه نکنه همه کابل هم خوبتر می باشه خب برق نیست که مردم تنگ زبان پس می کنه زبان هم قیمت هست فعل هم قیمت هست مشکل سر مردم خیلی هست این دولت برای مردم نه نکنه مزایم نسی دولت او در کچه آدم نیشه او در سرکو هست از اول که کرده این کار کنه این برای مردم کمونسیم جور نکنه دیگه جور نکنه هر در میبینی که برای نیشه سرکو او در خانه مردم مدره در داخل کچه او دندر این جایی که مشکل است در کلاگی با اون زوروازی خود که دیر کنه این کسی که میگه اونه ایمانه او رکیدی طرف اونه ایمانه او طرف اونه ایمانه داد او دندر مشکل خیلی مردم داره. تشکر از شما، ممنون که تماس گرفتن، شبتان بخیر. تشکر، سلامت باشید. سپاسگزار. برنامه نظر شما پل ارتباطی میان ملت و دولت است، از همین طریق میتونن که مشکلاتتان با کسانی که در حکومت حضور دارن و نهادهای مربوطه بیان کنند و شریک بسازند و همچنان ما امیدوار هستم که مسئولین هم توجهی به این برنامه داشته باشند و مشکلات مردم بگیرند و فعلا هم تماس دارن میبینیم کدام دوست ما هستند و از شما تماس گرفتن. سلام بر شما، خدا معرفی کنن، بفرمایید. بله سلام علیکم برادر. تشکر از شما، علیکم السلام، بفرمایید اسم شما، از شما تماس گرفتن. رضا هستم از دشت بچه با تماس شده. آقای رضا من میخوام که شما این سوال داشته باشم، چرا شهرواله کابل مشکلات اساسی مردم در اولویت برنامه هایش قرار نمیده؟ خب ببین محترم تگف هسته که امی شهروال کابل کلن امی کارمندای دولت گرفته تا امنیت و تا شهر کلنش دوده کلگیش دوده فقط منافع خود فکر بکنه و منافع مردم هیچ نظر نداره. در مجموع هیچ نیست، همه جال کوچه از اشغال پر است، شهروال هیچ وجود نداره، تمیزکاری نمیشه، جایا کلن از اشغال بند شده. ای فقط میای روی تلویزیون، در تلویزیون میای اینجا گپ میزنه مردم را چیز نشان میتد یا هیچ عملی نمیکنه دیگه. همزی امنیتش گرفته در هر جای توال ببین، ما هر روز میریم در مسیر از برسی طرف کمپنی میریم دو تا دندقه را آورده اونجا صادق کده همراه دو تا عسکر صادق کده یه آدم میبینه اونجا صادق میکنه کارگر را پیسه بگی کلگی ازی بیخید فساد است در دولت، دولت نیست دیگه. تشکر از شما، خیلی ممنون که تماس گرفتن، شبتان بخیر. محترم اگر واقعا دولت باشه چرا همی یک نظر نداره، همی حوزه 13 حوزه 18 مربوطی حوزه 5 دیدمی سرک آبرسانی سر پول به خیمه همین جمعیریم فیلمش میارم پیش شما نشان میدیم هر صبح کارگر 45 نفر استفاده میکنه متسکلاش دور میتر به چی خاطری شاروال را آمدن اعتقاد میکنه در شاروالش تا کلگش یاد دوز هستم. سپاسگزار از شما که تماس گرفته بودن و همچنان نظرتان بیان کردن، مشکلات تا یادآور کردن و همچنان من امیدوار هستم که
مشکلاتان بالاخره رسیدگی صورت بگیره به مشکلاتان و همچنان مشکلاتی که وجود داره یک روز برطرف شد و فعلا هم تماس داره ما تماس وصل میکنیم. سلام بر شما، خودم معرفی کنم. بله سلام بر شما، بفرمایید تماس شما وصل است، خودم معرفی کنین از شما تماس گرفتین. سلام علیکم، من احمد کمیر هستم، نای اول با تماس شدم برایتان. بسیار تشکر، نظر شما را هم میخوایم که مرتبط به موضوع برنامه بدانیم، بفرمایید. نظر ما چون من برادر ما پیشتر گفت که کراچیوانا هم پیسر نیتر شاروال کابل جون را که کنده تیاب رسانیشه نکشن کلارسینیشه کس جا به کجا بکشن، چون به این همین مشکلات همی سایه نایه هم بسیار زافه خصوصا سایه از دیوال به نام قبندان جاوید هست که دوستون هم از طرف که سادزای کارتین همت میگیره، از طرف سایه لوگر عده لوگر هم میگیره، از این تشه سروش هم میگیره، سایه تراش هم میگیره، اینا کلشان کشیشته چون از اولا سانه خودش ماهی نوال میکنه که چی هست چون نمناسانه ده یا سنبوری دمر میکنه اگر سنبوری تا سر چوکه پانزد قرارات در پانزد قده اگر استخبارات داره اگر امیت داره بخواه کل چیزی که قامندان های چه هست قامندان های جنایی چه هست اینا کلش رشبت میگیره را بند او مشکلات مثال به هر رقم مردم سردچار هست. تشکر از شما، سپاسگزار که تماس گرفتن، شبتان بخیر. شب شما بخیر. ممنون از شما، فرصت برنامه تمام است و ناگزیر با شما خداحافظی کنم. خیلی ممنون از اینکه بیننده این برنامه بودند و تماس گرفتند. تا فردا شب همه ایتان به خداوند یکتا می سپارم. شبتان بخیر، خدا نگهدار.